16 август در روز دویمی سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مرکز ناحیه ونج تشریف آوردند. در ناحیه ونج نخست سروری دولت محترم امام علی رحمان بینای نوبنیاد خوشطرح و زمانوی کودکستان رقم یک را با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی مورد بهره برداری قرار دادند. بینای معاصر مؤسسه تا مکتبی از سه آشیانه عبارت بوده برای 200 کودک پیش بینی گردیده است. در مؤسسه تا مکتبی کودکان در 8 گروه به تعلیم فرا گرفته می شوند. کودکستان دارای سیمخانه های برهوا برای مشغولیت، حجره های خواب و استراحت کودکان، نقطه دستشویی، تالار موسیقی، آشخانه، حجره های کاری برای ماموریت و کارمندان، نقطه طبی، انبار برای نگهداری محصولات خوراکه و دیگر انشاءات یاری رسان می باشد. در دوره دستور سفارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و فراهم آوردن فضای مساعد رشد صاحبکاری در مملکت ما صاحبکاران تصمیم گرفتیم که در رشد و نموی وطنی عزیزمان تاجیکستان یک ذره هم باشد نقش باسزای خویش را گذاریم. این همه آبادکاری و سازندگی های در ناحیه ونج و رشد و نموی ساحه با دستگیری پیوسته پیشوای ملت و توجه خاصی آنها نسبت این گوشه دوردست مملکت تبلیغ می گردد. امروز افتخار آن داریم که وطنمان آباد است، تنج است، آرام است. ما در آینده آرزو داریم که همین خل رشد و نموی وطن تاجیکستان عزیزمون خدمت کنیم. در کودکستان ناحیه ونج 38 متخصص محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ساحه معارف برای تعلیم و تربیت نسل نوروز دقت مخصوص می دهند. من از نوع پدر و مادران و پیشوای ملت اظهار منتداری می نمایم که در ناحیه ونج چنین مؤسسه تا مکتبی با تمام طلبات زمانوی جوابگو افتتاح نموده. ما کارمندان این مؤسسه جوابان و خدمت های پیشوای ملت وعده می دهیم که نسل نوروز را در روحیه وطن دوستی، دانش اندوزی، خویشتن شناسی، دوست داشتن ارزش های ملی تربیت نماییم. جرایان تعلیم در باغچه کودکانه با زبان دولتی براه مانده شده، سیمخانه های مشغولیت با تمام ایانیت های تعلیمی و دیگر واسطه های فراغتی برای تربیت گیرندگان تامین می باشد. ما کارمندان باغچه بچگانه ناحیه ونج مینداری خود را به پیشوای معظم ملت می رسانیم که به ما چنین شرایط های زمانوی برای فعالیت کاری مهیا کرده است. این یکی از مؤسسه های به طلبات جوابگو با شرافت استقلالیت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان چنین باغچه معاصر به فرزندان ما سرور دولت همان تحفه نموده است. ما خیلی شاد هستیم که در این برابر صاحب جای کار گشتیم، صاحب معاش شدیم و فرزندان ما خیلی خرسند هستند که این همه در بلند برداشتن سطح و صفت زندگی ما نقش کلیدی دارد. در اینجا به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که آینده آموزش زبانهای روسی و انگلیسی نیز در کودکستان براه مونده می شود. این شاعت مذکور با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب دیرکسی ساختمان این شاعت حکومتی دستگاه اجرایه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با صفت بلند بنیاد گردیده است. بینای معاصر خوشتر و نو بنیاد در ناحیه ونج در پرتوی سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در مساحت عمومی 1772 متر مربع قامت افراخته است. این شاد با سیستم الوهیده گرمیدهی تامین می باشد. کودکستان نو در ناحیه ونج با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده، اقدام مهم و ضروری در تطبیق گردیدن برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 محسوب می یابد. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی به صفت
کیفیت کارهای انجام یافته در بینای کودکستان بهای بلند داده، مسئولان را وظیفه دار نمودند که با استفاده از شرایط فراهم آورده شده برای تربیه نسل نوراست در روحیه وطن دوستی و خیشتن شناسی صداقتمندانه کار و فعالیت نمایند. کودکستان رقم یک در ناحیه ونج دویومین مؤسسه تا مکتبی بوده، با استفاده سپاریدن آن برای فراگیری بیشتری نسل نوراست به تعلیم و تربیه تا مکتبی مساعدت خواهد کرد. در ادامه بازدید از کودکستان نو در همین جا به سروری دولت محترم امام‌علی رحمان بینای نو بنیاد مرکز خدمت رسانی معرفی گردید. اطلاع داده شد که بنیاد انشاءات مذکور ماه می سال 2019 با جلب ساختمانچیان محلی آغاز گردیده، آن در مساحت عمومی 1500 متر مربع ساخته شده است. انشاءات خدمت رسانی معاصر در مرکز ناحیه ونج از دو آشیانه عبارت بوده، دارای مهمانخانه با 9 حجره و 18 جای خواب، حمام، سرتراشخانه و کاشانه حسن می باشد. امروز با شرافت پرزیدنت مملکت باز یک مرکز خدمت رسانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. برای ما ساکنان ناحیه ونج جایهای نو کاری فراهم آورده شد. امروز ما شکر تنجی و امانی وطن را میکنیم. دعاگوی آن هستیم که پیشوای معظم ملت ما همیشه تنصیحت و سربلند باشد. فرمایشگر انشاءات موثر خدمت رسانی در ناحیه ونج، دیرکسی ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده، با مبلغ 6 میلیون و 800 هزار سومانی کارهای ساختمانی با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان موثر به انجام رسیده است. در دوره سفر کوری جناب عالی به ناحیه ونج، مرکز خدمت رسانی زمانوی معاصر جوابگو مورد استفاده بری قرار داده شد. ما کارمندان این مرکز برای چنین تحفه بی‌نظیر مینداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان می‌رسانیم. بعد مورد بهره برداری قرار گرفتن مرکز خدمت رسانی معاصر در ناحیه ونج، 15 جای های کاری نو تأسیس داده شده، متخصصان و ساکنان با کار دائمی و معاش خوب در انشاءات مذکور تامین گردیدند.